همگی من نرگس اصلی هستم برگشتم با یک جلسه با یونیت فوردی کتاب وکبلری این یوز ساعت الیمنتری ان استارتر بچه اولی چیزی بگم تو ویدیو قبلی که من دیویدی پارت در سسته کتاب پرینتر میدیه دارم حرف میزنم یه جای ویدیو میگم پیپلیز این کاملا اجتباس پیپل آر این اصلا حواسم نبود ولی داشتم ویدیو رو میدم میگم یه سری سوتی ها تو جوالات هم میدم دیگه شما به خوبی خودتون ببخشید دیگه اصلا نشه برام ویدیو رو دوباره ریکورد کنم گفتم اینجا بهتون بگم بریم یونیت فوردی درس کتاب و این بو ای، ای، این یوز از دو دید و دان صحبت میکنه همونجور که میدونیم اینا اکزیلری برب هستن دو و داز داز برای سوم شخص دو برای حالت مثلا آه، 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 م... اونا که سوم اون شخص نیستن دیگه وی دی آی استفاده میشه دید گذشته دو میشه و دان میشه فرم سومش فرم سوم فعل فر. دو از آگزیلری و خب دو جز, جز اینکه یه فعل معنی خاص خودش هم داره جاهای مختلفی هم استفاده میشه دو از آگزیلری questions do you like tennis خب به عنوان آگزیلری خب همه میدونیم توی سیمپل پرزنت ما uh, از اگزیلری ورپا استفاده میکنیم دورو میاریم اول جمله بعد سابجک بعدش فل Do you like tennis? Do you like tennis? Yes I do جوابشه خب اینو که همه هم بهتون درس دادم So So does Matto Does گفتیم برای سوم شخص یعنی Matto هم تنیس دوست داره uh, Negative He doesn't play well He doesn't play well خب گذشتهش حالا Did they like the field? Yes they did so did I uh, Leo didn't see it so did I, so did I. یعنی رو همینطور سوالی نیست Leo didn't see it. پس دید برای سوم شخص و اول شخص و دوم شخص doesn't matter همش دیده ولی برای سیمپل present do و does میاریم حالا what are you doing do as a general verb الان دیگه auxiliary شو کاری نداریم به عنوان general verb یعنی کاری انجام دادن مثلا Do as a general verb, on Saturday, I usually do nothing. I just relax. Same here. <laughs> do nothing. I ابراده do nothing. یعنی هیچ کاری نمی کنم. یا به معنی کاری کردن می do. Don't do that Tommy. این کار رو انجام نده Tommy. اینجا این معنی What are the people in the picture doing? مردم این پیکچر که تو این پیکچر دارن چیکار میکنن They're dancing. پس معنی انجام دادن به عنوان جنرال ورب هست حالا What do you do؟ بچه ها به اون سری هم گفتم وقتی ازت از میپرسه What do you do؟ یعنی چه کاره ای؟ کجا مشغول به کاری؟ ولی اگه یکی ازت میپرسه What are you doing؟ یعنی الان داری چیکار کار میکنی؟ خب دقت کن پس What do you do؟ Or What do you do for your living؟ یعنی که چی ای؟ حالا ببین What do you do? What do you do? What is your job? I'm a student. I'm a hairdresser. Hairdresser یعنی آرشگر. What does your wife do? یعنی کار زنت چیه؟ What does your wife do? ببین این دازش که میشه که بر استفاده میشه به عنوان auxiliary. یعنی what's your five job? همون your wife job. <laughs> <Five> job. <laughs> یعنی در واقع همون دیگه. یعنی در واقع what, do you do? what does she do? ببین فقط اینجا یه این یکی میشه آگزیلری این یکی میشه دو از جنرال ورب خب شی از دکتر شی از تیچر دقت کن بعد شغل ها همیشه این آرتیکل او ان رو داره شی از دکتر آی ام ا استودن شی از تیچر هی پروفسور همیشه اینو داره خب oh. حالا تو به عنوان اکتیویتی کاری که یعنی هم مثل مثلا گو سایت سینگ بود بهتون میگفتم یه سری فعلا کلا با میگم یه سری بهش کالوکیشن بچه ها مثلا گو با یه چیزی میاد دو با یه چیزی میاد حالا این چیزه مثلا مثلا میگیم دو homework نمیگیم آی میک homework ورک اور homework هوم میفهمین چی میگم مثلا اینا فقط با دو میاد که باید کاملا میمورایزش کنیم Do the housework یعنی کار خونه رو انجام دادن Do the gardening Gardening any in canada. I'm doing what are you doing? I'm doing gardening. Do the washing. Do the washing up. Washing up. Washing and Washing, as you show Do your homework as I mentioned before. Do some exercises. Make exercises. Do exercise. Do business and do your best. Some what did you do to me? For me today in this session, I did my best. یعنی yani من تمام تلاشم رو هامو کردم. چرا خنیم میگم I make my best or I made my best. Did you do the washing this? Did you do the washing this morning? No, I'm going to do it later. Our company does a lot of business with the U.S. Do business with someone else. یعنی که وارد business, بیزینسی شدند با هم یک بیزینسی مشترک کرده. The homework is very difficult. Just do your best. بهترینه خودتو بزن. Make it, make a note of any expression we do that you find when you are reading in English. وقتی که ریدینگ اتو میخونی اون اکسپرشن هایی که با دو هستن رو بر خودت یه جا یادداشت کن. یونیت 41 هم یونیت 40 بود ولی یونیت 41 هم احتمالاً ببین راجع به میک و میدو مید و میشه. پس ای اینا خیلی مهمه بچه اینا رو حتی هم باید حفظ کنید تمرین بعدش هم حل کن تا کتاب کتاب تم جواباش هست If you have any question you can ask me See you next session Bye bye